بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از باستان بزرگ با گرمای نسبتاً بی سابقه 20 درجه والسه به شما سلام کنم و شب بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی آبها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه 6 آبان 1402 و برابر است با 28 اکتبر 2023. امیدوارم در هر جای دنیا به هر وسیله‌ای که ما را می‌بینید و یا صدای ما را می‌شنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. دوستان گرامی، امروز دیگه واقعاً برای دنیا ثابت شده که جریان یه بام و دو هوا که توسط اسرائیل بر سر غزه اومده دیگه بر هیچ کسی نمیتونه پوشیده باشه. ببینید، یه مقایسه میخوام بکنم که این واقعا در جامعه جهانی دیگه همه جا یادتون باشه وقتی به مسئله ایران میرسید گفت جامعه جهانی اینو نمیپذیره، جامعه جهانی با این برخورد میکنه. حالا جامعه جهانی با اینا برخورد کرده، اصلا اینا خوششون نمیاد. این خیلی 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 در دنیا سر صدا پیدا کرده که آقا شماها که داد دیروز شعار میدادید که جامعه جهانی هر چی بگه باید برابر به قول این بری ها اینترنشنال کمیونیتی، جامعه بین‌المللی انجام بشه، فلان بشه. حتی این خیلی عجیبه، همپیمانای خود اسرائیلی ها هم در سازمان ملل علیهشون رأی دادن. حالا راجع به اینو صحبت میکنیم. میخوام فقط یه مقایسه کوچیکی بکنم که جان انسان ها مثلا کجا عزیزه کجا عزیز نیست، میدیم مرزها و آدم ها و اینا فرق میکنه، که نباید فرق بکنه دیگه. انسان ها اگر انسان همه آفریدگارشون یکتاست فلان، جانشون هم باید به طور یکتا عزیز باشه دیگه، برابر باشه. ببینید، حتما اتفاقی که در امریکا افتاده کم و بیش شماها خبر دارین، چون بعضی ممکنه اون ور آب هستن ندونن. چهارشنبه شب، یعنی چهارشنبه بود، داره آخرین برنامه که داشتیم چهارشنبه بود، داره چهارشنبه شب یه مردی امریکایی که جزء رزرو ارتش بود در ایالت مین، ایالت مین از اینجا 2 ساعت فاصله داره، شمال ماساچوست. من تو ایالت مین زیاد رفتم در گذشته، به ویژه اون موقع که تازه اومده بودم. دلیل اینکه اینا رو میگم چه بدونید من ایالت خوب میشناسم. ایالت مین ایالت بسیار زیباییه، طبیعت زیبایی داره، به طور کلی جمعیتش کمه، فضا خیلی زیاده. در یکی از این شهرها، در کوچیکه به نام لوستن مین، لوستن تقریبا 35,000 جمعیت داره. اون موقع که من رفتم اونجا آخرین بار یه دوستی رو اونجا دیدیم که زن شوهر صاحب یه رادیو استیشن بودن. من خیلی علاقمندم بدونم که اینا چجوری کاراشون انجام میدن، چون منم به هر حال کار ارتباطات بودم. از اون شهر، از اونجا آشنا شدم. شهر کوچیک، تقریبا اون موقع همه هم دیگه رو میشناختن. حالا یه ذره بزرگ شد. این سرباز رزرو دیوونه 40 سالش بود، سفید پوست آمریکایی به نام رابرت کارد. اسلحه رو میکشه، شبانگاه میره توی یکی از این کلوب هایی که اونجا بولینگ بازی میکنن و همچنین به رستوران بغلش. خلاصه میزنه 18 نفر رو در جا میکشه، 50 نفر زخمی میشن که 13 نفرشون میگن هنوز بیمارستانن. آقا بعد از این ماجرا تمام امریکا راجع به این حرف میزد. ضیافت شام خیلی مهمی در کاخ سفید بود، نخست وزیر استرالیا بود اینجا. خلاصه پیام فرماندار ایالت مین را یواشکی آقای بایدن رو میکشن بیرون
میگن یه همچین اتفاقی در مین افتاد. صدها پلیس مشغول پیدا کردن این کلن دو روز تمام شهر لوستن و اطرافش تعطیل شد. مدرسه نبود، هیچی، میگفتن از خونه نرید بیرون، این مرد یه آدم خطرناکیه. دو روز کامل همه تو خونه هاش که نکنه به یکی آسیب برسه. خلاصه تا دیشب بالاخره این طرف رو پیدا کردن، میگفتن که ایشون اسلحه خودش هم به خودش خورده و افتاده کنار رودخونه‌ای که از اونجا یک کمی دور بود، جنازش پیدا میکنه. حالا چرا اینا رو به شما میگم؟ برای اینکه به هیچ بچه‌ای آسیب وارد نشه، دستور داد فرماندار که از خونهشون نرن بیرون. بچه ها دو روز کامل در خونه هاشون حبس شده بودن، هیچ کی سر کار نمیره، مغازه ها تعطیل، همه اینا که FBI وارد عمل شد، در صورتی که این کار محلی بود. خلاصه تا این شخص رو پیدا کن. توضیحشون هم خیلی هم خوب و بجا بود. این میگفتن که این آدم خطرناکیه، ممکنه دست به اقدام دیگه ای بزنه. به هر حال کسی که مسلسل دستش بوده، آدمی هستش که به تیراندازی ماهره، رزرو ارتش بوده. میگفتن که ایشون یک کمی از نظر روانی قاطی بوده که در جولای گذشته توی پادگان گفته بود داره من صداهایی میشنوم، ممکنه به سربازا آسیب برسونم. خلاصه اینو بستری میکنن، یه هفته بعدش هم آزاد میکنن. حالا سوال اینه که این بابا که اینا رو گفته، در قوانین تفنگداران من میگن هر کسی که یه مدار بیماری روانی داره، حالا اینکه خیلی قاطی بوده، که اصلا اجازه حمله اسلحه نباید باشه دیگه. حالا اونا به جای خودش، میخوام بگم که برای اینکه این یک نفر دیگه هم آسیب نرسونه، تمام دوربر اون شهر همه تعطیل. حالا اینو داشته باشی. برگردیم به مردم بیگناه غزه که یه ارتش خیلی قوی منطقه با تمام ابزارهای بسیار قوی و کشندهی که از امریکا گرفته افتاده به جون مردم غزه. بچه، زن، فرقی نمی کنه. روزانه می بینیم دیگه. اتفاقا ببینید، حالا چین که تو این کارا فقط یه اعلامیه یه سطحی میده، همه را به خویشتنداری و فلان، چین گفته که انتقام اندازه داره. ببین اینا میگن که خب حماس 1400 نفر از اینا رو کشته. خب قبول، من انتظارم این بود که اینا 1400 نفر از حماسی ها را که کشتن، میگم که حالا بیا ببینیم چی مذاکره میکنن. این تبدیل شد به 2400. هی برو الان 7600 تا از مردم بیگناه غزه که در میانی اونها نصف بیشترش بچه هم کودکن دیگه. اینی که خبرگزاری های غربی اینا رو گزارش میدن که چطور کسی نیست که بگی آقا جان هر چیزی اندازه داره. دولت هایی که در شورای امنیت بودن اومدن زود یه قطعنامه صادر کنن که قطعنامه اول مال روسا بود، 9 تا رأی آورد. 9 تا رأی یعنی قبول میشه دیگه. از 15 تا اعضای شورای امنیت 9 تفرشون رأی بدن، باید این قطعنامه قبول بشه. چون روسا نوشته بودن امریکایی ویتو کردن انداختن. میگم حالا چون نمیخواستن به روسا امتیاز بدن، حالا داریم کمپیونا رو حساب میکنم. بعد برزیل اومد. برزیل که میدونی، همه میدونن، یه کشوری هست بسیار بزرگ در امریکای لاتین، همین دور بر، یعنی این بر آب، نسبتی با حماس نداره، نسبتی با اسرائیل نداره، بی طرف عضو شورا. اومد یه قطعنامه نوشت که اسمش هم گذاشته بود که آتش بس برای انسانیت.
آتش بس کنن، بعد مذاکره ببینن چی میشه. همین رأی شورای امنیت 12 تا رأی آورد. 12 تا رأی دیگه خیلیه. خب یعنی همون 10 تا که شورای امنیت عضو غیر دائمی داره، 5 تا هم که اعضای اصلیه. بله امریکایی ها اینم ویتو کردن، دیگه خیلی آبروریزی شد. گفتم بابا این که دیگه روسیه نیست. خلاصه آقای امیر عبداللهیان اومد با بعضی از کشورها، گفتن آقا ما اینو میبریم تو مجمع عمومی سازمان ملل. در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ کسی حق ویتو نداره. هیچ چیزی هم تصویب بشه مثل شورای امنیت نیست که جنبه اجرایی 100% داره، ولی خب یه پیام خیلی قوی میفرسته. در این مجمع 120 نفر یعنی 120 کشور رأی دادن بر علیه اسرائیل که باید این آتش بس انجام بشه. تنها کشوری که به نفع اسرائیل رأی داد امریکا و خود اسرائیل بود. من فکر میکنم که دیگه پیام اینجا باید مشخص باشه. اینا که صحبت از جامعه جهانی میکنن، اکثریت جامعه جلال 3-4 از همپیمانای خودشون هم چنان لیست جلوم نیست، اصلا باور نکردنی بود بعضی کشورها تو اروپا علیه اسرائیل رای دادن. که نماینده اسرائیل در سازمان ملل یه حرفی زد که بسیار خنده‌دار بود. گفت این رأی مجمع عمومی سازمان ملل نشون داد که سازمان ملل هیچ مشروعیتی نداره. این خیلی جالبه. این قرار بود که به قول معروف کشورهای دیگه این حرف رو بزنن. خب اگر مجمع عمومی سازمان ملل مشروعیتی نداره، پس شما چرا اونجا بر علیه آقای گوترس شاخشونه میکشیدی که آقای گوترس بی‌طرف نیست، باید استعفا بده. آقای گوترز هم گفته بود که من که دنبال انتخابات و دنبال پول نیستم که بخوام حرف شما را، من دارم میبینم که این کشت و کشتار یک شبه اتفاق نیفتاده. اون میگه شما یه دیر اونجا نگه داشتید 56 سال توی کمپی نگه میدارین که تمام آب و برق و غذا و تلفنش همش دست شماش که با یک کلیپ میتونید باز و بسته کنید و همین کارو دارم میخواین، چه انتظاری دارید؟ خلاص این خیلی آبرو، یعنی دیگه بعد از این اتفاقا اینجا هستش که یکی از کارشناسان ارشد شورای روابط خارجی امریکا، Council of Foreign Relations، که یه سابقه بلند بالا داره در امریکا دیگه، مشاوره میده همیشه به دولت ها، بگم آقای کاپچن اسمش، ایشون در یک مصاحبه ای گفت من فکر میکنم که امریکا، منظورش دولت امریکا دیگه، با از حالا به بعد باید یاد بگیره که دیگه در جهان حرف اولو نمیزنه. ایشون بعد از این آرای مجمع سازمان ملل این حرف زده، یعنی دیگه ما باید قبول کنیم آقا ما حرف اول رو نمیزنیم. یه وقتی چینی ها اومدن گفتن که آقا شما انتقامتون اندازه نیست، و همه دارم میگم، آقای اردوغان برای اینکه دیگه دید وضع خرابه اومد گفتش که کی میگه حماس تروریسته؟ حماس یک گروه آزادی بخش برای به دست آوردن کشورش داره میجنگه. تروریست کجاست؟ این یک گروه آزادی خواهه. البته اون موقع ایاتون باشه پیلو رو میگفتن سازمان آزادی بخش فلسطین. و حماس داره همین کار میگه. آقای اردوغان داره میگه. اردوغان که با این کشورام رابطه داره دیگه، با اسرائیل هم همینطور. حالا چرا اینا به هم ریختن و چرا هیچی سر جاش نیست و اینا نمیدونن چجوری جمع کنن؟ خب اعلام شد که آره امریکا دو بار یا یه بار حمله کرده به گروه هایی که
وابسته به ایرانن در سوریه. بعد میگه ما جوابشو دادیم چون اونا چندین بار به پایگاه های ما حمله کرده بودن. آقای آستن وزیر دفاع گفتش که البته این هیچ ارتباطی به جریان غزه نداره. سردبیر وال استریت خیلی عصبانی شد. حرفایی زدین خیلی جالبه دوستان. سردبیر وال استریت دیروز جمعه، اینو دقت کنید، مقاله رو باید بخونید. دیروز جمعه 27 اکتبر 2023 میگه که من تعجبم اینه که هنوز دولت بایدن یک چیزهایی را داره ماسمالی میکنه که فایده نداره. 100% این ارتباط به غزه داره. چرا میگی نداره؟ شما به جای اینکه با ایران مذاکره کنید دنبال مسئله اتمی میگردید، فایده نداره. باید حمله برق‌آسا بکنید، جواب تند بدید، دوباره تحریم های نفت و فلان رو به حد اکثر برسونید و این خیلی مهمه. اون آدم های داخل ایران که با ما کار میکنن به اونها بفهمانید که بیان وسط میدان، یعنی گروهی که اینا درست کردن در داخل. اینا دیگه وال استریت داره میگه دیگه، من و شما نمیگیم این یه ذره راجع به ایران میدونیم. وال استریت می نویسه میگه اون گروه ها را به طور محرمانه باید به اونها هم وسایل رو برسونیم که اونها هم در خرابکاری رو از داخل شروع کنن. حالا اینو داشته باشید با خود آقای تحلیلگر. یه چیزی که من در دو سه روز گذشته دیدم که این واقعا فوق‌العاده است، حالا این مطلب رو میگم، بعدن هم اگه خواستید شما بیایید رو خط راجع به این صحبت ها با هم بحث کنیم اشکالی نداره. 5-6 دقیقه دیگه تلفن رو باز میکنم، آماده بکنید خود. یه وکیلی تو دانشگاه هاروارد، آلن درشویت به قول دکتر محیط که تا مغز استخونم صهیونیسته مفسر فاکس هم هست، یه مدتی هم مثل وکیل یا مشاور دونالد ترامپ بود در بعضی موارد. آلن درشویت خیلی عصبانی و ناراحت که چرا جوانهای ما انقدر بیسوادن، انقدر ابلهن، به نفع حماس دارن تو دانشگاه ها تظاهرات میکنن. میگه ما باید به این دانشجوها بفهمونیم که آیا میدونید که یکی از اعضای جامعه LBG کمیونیتی اگر بره تو غزه همونجا میگیرن اعدام میکنن. یعنی ببین دانشجوها را از چی میترسونه که LBGA کمیونیتی اگر اعضاش برن تو غزه خودی نشون بدن همونجا حماس میگیره اعدامش میکنه. گفت این جوانان به احمق، اینا رو نمیدونن. حالا این جوانایی که در بهترین دانشگاه ها دارن تحصیل میکنن، دانشگاه هایی که گفتم خدمتتون 60-70 هزار دلار فقط شهریه سالانه شه، حالا هزینه های دیگه به جای خودی. و اما چیز دیگری که اینها رو واقعا به هم ریخته اینه، یعنی امریکاست دوستان، حالا ما کار به جای دیگه نداریم چون ما داریم، من دارم اینجا زندگی میکنم، سالهای سال وضعیت رو از نزدیک دارم رصد میکنم، روزنامه‌های خود اینا رو دارم مطالعه میکنم، بنابراین این چیزی که نوشته شد در نیویورک یک اسکاه قطار هست، اونایی که به نیویورک کمی واردن گراند سنترال استیشن معروفه دیگه، از همه جا قطار میاد اونجا، شما قطار عوض میکنید میرید جنوب، شمال، شرق، اونجا خلاصه چون من همیشه با قطار میرم با این مرکز آشناستم، خیلی هم بزرگ، آدم توش گم میشه. یه سازمان یهودی به نام جویش وایس فور پیس، صدای یهودی های صلح طلب،
بنا به گفته پلیس خود نیویورک بیش از 1000 نفرشون ریختن، این مرکز رو بستن و تظاهرات کردن به نفع فلسطین و بیش از 300 نفرشون دستگیر شده. تظاهرات آزادی دیگه، آزادی بیان، اینا پلیس ریخته، چون اینا هم یهودی هن هم به نفع فلسطین، دیگه دو برابر میشه، اینا رو دستگیر میکنه. خب وقتی آدم اینا رو میشنه، ببین یهودی ها در کل، خب یهودی های واقعی که یهودی دینشونه، ولی آدم های بسیار دموکرات، لیبرال و منصفی هن. وقتی درد رو میدونن تشخیص میدن و برابر اونا اقدام میکنن، میگن که این کشتار حماس یه نسل کشیه. ماها که سالهای سال به دنیا میگیم هولوکاست هولوکاست، این الان یه هولوکاست، اونجا هم کانسنتریشن کمپ که دیگه همه چیز دست اسرائیلی هست دیگه، آب، برق، غذا، حالا میگن همه چیز خاموش کردن وارد اونجا شدن که دنیا از این بیخبر باشه، در صورتی که ادهی که اونجا جان خودشون رو تو خطر انداختن، خبرنگارای حماس و سایر خبرنگارای بین‌المللی، اونها با توجه به کمی از باتری تلفنشون یه چیزایی به جهان مخابره میکنن و دخترای جوانم چپ و راست مطلب میفرستن برای شبکه بخش انگلیسی بی بی سی، اونها هم پخش میکنم. من دو صداش امروز صبح ساعت 4:30 صبح که بیدار شده بودم شنیدم، واقعا دلخراشه که یه دختر بچه آماده بشه بره کلاسش، درسش، میگه که من هر آن ممکنه بمیرم، این آخرین مطلب منه. نه چپ رو اینقدر دردآور حال نمیخوام اینجا بگم، یعنی میخوام بگم که اینها همه به هم ریخته و این دیگه از اونایی نیستش که یا بر علیه ایران درست میکردن که جامعه جهانی اینو گفته، حالا دیگه جامعه جهانی حرف واقعی رو زده، اینها خوششون نمیاد. ببینید که این دو سه تا کارشناس، حالا دوستان تلفنم الان آزاد گذاشتم اگه خواستید بیاین رو خط، اشکال نداره، 3-4 تا از این مرکز مطالعات هست تو واشنگتن، تینک تنک، که همه اینها برای دستگاه های صهیونیستی کار میکنن و مشاوره میدن. حالا جالبه که بعضی از این تینک تنک ها یه سری کارشناس دارن که این کارشناس ها در حقیقت ویژن، مثلا یکی از کارشناس و مدیر برنامه های سپا، یکی میگن که این کارشناس در مورد نیروی قدس، یکی از میگن این کارشناس در مورد بیت رهبری، اون یکی مدیر نمیدونم مسائل داخلی ایرانه، اون یکی اینقدر. آقا اینجا یعنی یه چیزی که مثلا فرض کنین سازمانی درست کردن دفاع از دموکراسی، یعنی بنیاد دفاع از دموکراسی، انگار که جایی دیگه وجود نداره اینکه بنیاد دموکراسی، چرا آقا این توی غزه از این دموکراسی استفاده نمیشه؟ فقط همه اینها را درست کردن و پولای کلانی هم میگیرن که فقط بر علی ایران کار بکنن. من اتفاقا خیلی عجیب بود برام، گفتم که نمیدونم که واقعا ما یعنی اینقدر بزرگ و قوی هستیم که این همه کارشناس در مورد مسائل ایران اونجا مشغول تحقیق و پژوهش و بررسی هن، یعنی دیپارتمنت های مختلف، یا اینکه اینها میخوان ما رو خیلی بزرگ کنن، یه فکرایی دارن. و از طرف دیگه ایران در یک شرایط خاصیه، چون حالا میبینم تحلیلگرهای صهیونیستا بحثشون بر سر اینه آیا حزب الله وارد عمل میشه نمیشه. چندین کارشناس نظریات های مختلف میدن، میگن نه الان وارد نمیشه، اون میگه نه حزب الله محبوبیتش در لبنانه، نمیخواد این محبوبیت از بین ببره چون حزب الله جزء حزب سیاسی هم مثلا. این
تحلیل و تفسیر رو میکنن، مطمئنم که با انگیزه های مختلف. ولی 3-4 روز پیش بکنم دوست خوبمون حسین مبتکر بود، یک کلیپی یعنی مصاحبه رو فرستاده بود که قاضی معروف امریکا، یعنی قاضی سابق جاج اندرو پی ناپولیتانو، چون یه برنامه داره در یوتیوب، یه مصاحبه میکرد با یک کارشناس اسرائیلی. این کارشناس اسرائیلی حرف خیلی جالبی میزد. ایشون در این دولت نیست، در دولت‌های قبلی که میگفت یکی از کسی که اعضای اصلی مذاکره کننده با حماس برای آزادی یک سرباز اسرائیلی بود، که میگفت این مذاکرات 2 سال طول کشید تا ما اون شخص رو آزاد کنیم و در مقابل 1000 حماسی که در زندان اسرائیل بود آزاد کنیم. اونجا جاج اندرو از ایشون میپرسه که فکر میکنی که چرا ایران و یا حزب الله وارد عمل نمیشه در این مورد. بعد ایشون توضیح میداد، میگفتش که حماس از ایران کمک میگیره، مطمئنم تعلیمات دیدن، حزب الله هم همینطور، ولی اینها بارها و بارها به ایران گفتن و به حزب الله هم همینطور که این جنگ شما نیست، این جنگ ماست بر علیه اسرائیل، چون این برای آزادی مملکت ماست نه شما، اینو باید حماس به جنگه نه کسای دیگه. گفت از اینا همیشه تشکر میکنه که کمک میکنن، حمایتشون میکنن، ولی میگه ما این جنگ باید خودمون انجام بدیم و همون کارم در 7 اکتبر نشون داده. خب حالا میریم تلفن. الو سلام دوست داری، بفرمایید شما رو خطید. سلام عرض کردم. بفرمایید. با آقای مرتضوی صحبت کنم. من هستم در خدمتتون، بفرمایید. سلام عرض. من تلویزیون دیده بودم یه سری افسرهای هندی رو تو قطر دستگیر کردن و امیر قطر دستور اعدامشون رو داده. درست. و طناب دارم تو تلویزیون امیر قطر با طناب دار اینا رو تهدید کرده که میخوان اعدامشون کنن. تو دادگاه قطر اینا محاکمه شدن و آقای موزی هم خیلی الان عصبیه و میخواستم از شما بپرسم که آیا خبر زیادی داری یا نداری. یه سالی دیگه هم داشت سال من این بود که آمریکا و اسرائیل اینا این دو کشور در یونایتد نیشن ورد کورت اینا ممبر نیستن، جز عضوش نیستن، یعنی هیچ نوع قانونی هیچ کسی نمیتونه اینا رو مثلا مسئول بدونه و اینا. این هم به خاطر همینه که اینا رد میکنن، چون عضوش نیستن و هیچ کسی هم مسئولش نیست. همین. درست. باشه. متشکرم. خواهشم. خیلی ممنونم. لطف کردی. مرسی عزیزم. مرسی آقا. بله این دوستمون درست میگن. 2-3 روز پیش قطر رسما اعلام کرد چند نفر از هندی هایی که اونجا کار میکردن به عنوان کارگر، اینا برای اسرائیل جاسوسی میکردن. اینا پارسال بود دستگیر شدن یا 2 سال پیش. پرونده شون خیلی سنگین بود، بعد اینا را محاکمه کردن، بعضی هاشون حتی اعتراف هم کردن. بنا به گزارشی که الجزیره نوشته بود، شبکه الجزیره، و اینها به اعدام محکوم شدن. نمیدونم تعدادشون 7 نفره یا 8 نفر. ولی در هر موردی صحبتی که این دوستمون در مورد ICC International Criminal Court که خیلی هم میگن که مثلا اونجا باید هر کسی که جنایتکار جنگی باید اونجا محاکمه بشه، بله امریکا عضوش نیست ولی دوست داره که خیلی ببره اونجا محاکمه کنه، اسرائیل هم که اصلا اونجاها پیداش نمیشه. حتی یادم میاد خود یکی از قاضی های ICC یه چیزی بر علیه امریکا درست کرده، داشته مطالعه میکرده، این زمان
ترامپ بود. بعد جان بولتون میره اونجا و این قاضی رو تهدید میکنه که اگر تو این کارو بکنی، من میدونم که بچه های شما در امریکا دارن تحصیل میکنن، عکس بچه ها رو با خودش برده بود که بچه ها رو اینجا بیرون میکنیم، تو هم که هرگز دیگه نمیتونی بیای. خلاصه تهدیدی که اصلا خیلی باور نکرد. قاضی خودش هم گفته من نمیدونستم که یه مقام بلندپایه امریکایی بلندش بیاد منو اینجوری تهدید بکنه. آره جان بولتون برای این کار خیلی خوبه همیشه، چون جان بولتون واسه همینه هیچ وقت از طریق کنگره نتونست پستی بگیره، چون مثلا ایشون هم مثلا میگفتن سفیر سابق امریکا در سازمان ملل. جان بولتون وقتی جورج بوش پسر به عنوان سفیر معرفی کرد، باید با سنا رأی بیاره. سنا رأی نداد، گفت نه این آدم نارامیه. بعد جورج بوش چون اون موقع جنگ عراق اینا بود، وقتی سنا رفته بود تعطیلات کریسمس و یه قانونی هست که رئیس جمهور میتونه از تعطیلات استفاده کنه چون نمیتونه صبر کنه، میتونه بعضی اعضای کابینه را بذاره سر جاش خدمت بکنه و 6 ماه وقت داره که بعدا معرفیش کنه که سنا دوباره رأی بده. ایشون اون موقع گذاشت چون شد سفیر امریکا در سازمان ملل. 6 ماه که تمام شد دوباره معرفی کرد، سنا رد کرد دوباره. و برای همینم که پیشنهاد کرده بودن که این بره برای ترامپ کار کنه، ترامپ خودش هم اینو بارها گفت. گفت این ولد ازنار، این صحبت ترامپ ها، میگه این ولد ازنار من آوردم سر کار چون میدونستم که سنا قبول نمیکنه، به من گفتن، مجبور شدم پستی بهش بدم که احتیاج به تایید سنا نبود، مشاور. گفت کردمش مشاور. گفت هم موقع هم که اومد اینجا بهش گفتم ببین مواظب باشا، اینجا من تصمیم میگیرم، نه تو یه دفعه بخوای جنگ چیزی را بندازی. ترامپ با تمام به قول معروف دیوونگیش همونجا آب پاکی را ریخته بود دستش. الان سلام دوست داری بفهمی شما رو خطی علی، خود بلندتر لطفا. الو جانم، یه خود بلندتر در خدمتم. الان صدا تو اومد، صدای من اومد. من الان هستم آقای مرتضوی. مرسی، الان صدا داره پخش میشه، در خدمتم. خیلی من سلام میرسونم به شما آقای مرتضوی عزیز. من دکتر رضایی هستم، دو مرتبه از هلند. شما سلام عرض میکنم. ممنونم آقای دکتر، سلام از ماست، در خدمتتونم، بفرمایید. قربون شما. شما یک من 3 تا مطلب دارم. یکی که شما راجع به پروفسور آلن دیرشوویتز صحبت کردید. دقیقاً. ایشون یکی از خطرناکترین یهودیای آمریکاست و ایشون در اگه شما در جریان باشین در برنامه جف اپشتین که اگه در جریانش باشید. دقیقاً، فهم پرونده از آن جلومه. ایشون هم تو ماشین بوده، میگفت من نبودم. درسته. ایشون رو آزاد کردم با اون دو تا وکیل دیگه یهودی و همون وزیر دادگستری که مجبور به برکنار شد با زمان ترامپ. درست. ایشون حتی در زمان اوباما آقای دکتر اجازه بده برای بیننده های اون ور آبشار در جریان نباشن. دوستان، جفری آپستین یه یهودی بود، اینجا یه مرکزی درست کرده بود، دخترای جوون رو می آورد، دخترای جوونی که غیرقانونی از نظر سنی، بعد اینا رو آشنا میکرد با بزرگان سیاست جهان در حقیقت، و یه پرونده هایی بر علیه اینا حالا چیکار میکرد اینا، که بعدا وقتی افشا شد فلان شد، ایشون هم میگفتن در زندان خودکشی کرد. حالا این پرونده 2000 صفحه است. یکی از اون کسایی که تو این پرونده اسمش بود همین الان دورشوت بود. بسیاری از شخصیت‌های بلندپایه جهان در حقیقت، خود جفری آپستین، آقای دکتر نمیدونم در جریان هستید یا نه، تو خونه‌اش چندین پاسپورت پیدا شده بود. یکی از این پاسپورت‌ها که عکس این جفری بود مال عربستان سعودی بود. بعد حالا توضیحش چی بود؟ توضیحش به قاضی وکلاش این بود،
چون ایشون یهودیه، همه جا میده مسافرت میکنه، اینو به این خاطر یه دفعه اگر هواپیما ربایی باشه این نشون بده که من مال عربستانم. که قاضی خندید گفت این که همه جا با هواپیمای شخصی میرفت، چی جوری میتونه هواپیما ربایی باشه؟ ولی میفهمید آقای دکتر. یکی از دلایل، یکی از دکترین یهودیا یا اسرائیلیا اینه که همین کارشون رو اپشتین میکنه. در حقیقت اپشتین مامور موساده که این برنامه رو الان اینجا چینده، در تمام دنیا میچینه. ایشون سکس ترافیکینگ میکرده برای بچه ها، برای اشخاص سیاستمدار میآورد. درسته. و در تمام اون جزیره شیطانی که الان هست که معروفه، اونجا در تمام این اتاقا دوربین فیلم برداری بوده. یکی از دلایلی که هست، وقتی از اینا فیلم که میگیره از اینا شانتاج میکنن، از سیاست مداران همیشه فلان قرارداد رو امضا کن. یعنی این روش کار موساده، یعنی در حقیقت. دوم، خود آقای آلن درشوویت توی اون جزیره بودش که خودش رو که میبرن دادگاه، زنش وقتی میاد در دادگاه بیرون، یعنی زنش شهادت داده که منم اونجا بودم، در صورتی که این شهادت دروغ بود، مجبور بود بده. من خود درشوویست هم دستگیر میشد. من با ایشون بودم تو اون جزیره. آقای آلن درشوویست زمان اوباما یک برنامه رو اجرا کرد، نمیدونم شما شاید این ایشون رو هم بشناسید، لوئیس فاراخان، یکی از مهمترین ضد موومنت یهودیات، ضد یهودیات در آمریکا. ایشون رهبر مسلمان‌های سیاه‌پوست آمریکاست دوستان. بله می‌فهمیدین. دقیقاً. که بسیار برنامه جالبی داشت برای همین آلن درشوویت. آلن درشوویت ناراحت بود از اینکه نتانیاهو اومده اوباما رو ببینه، اجازه نداده که همونجا رئیس مجلس هم تغییر پیدا می‌کنه. در اون زمان میگه شما دموکرات ها برای احمدی نژاد باید بریم بیرون، نه برای نتانیاهو. دقیقا ضد کامل ایرانیه، یعنی تمام موومنتش. و اینی که الان میگه دانشجو رو راه ندین، واقعا این کار رو انجام میدن. اینا به این صورت تندرو هستند، این یعنی هیچ کمپرومی نمیبندند. این آقایی که شما خودتون گفتید شدید سیفو نیسته. دوم این که یک مشکلی که در فلسطین هست، این مشکل بن سلمان السیسیه، اماراته. بعضی ها فکر میکنند که امارات چند سال زیر دست یهودی ها رفته و قرار داد امضا میکنه. این اشتباه. یک ساختمونی اونجا هست در سال 2008 ساخته شده، یعنی 15 سال پیش. این ساختمون بالا یکی از ساختمون های بلند آسمان خراش توی دبیه، اگه اون بالاشو که بخونید زده کوهن. کوهن به زبان فارسی به همون کائن یهودی ها میگند. اینا از ریشه لغت فارسی گرفتن. در نتیجه نشون میده که اینها، چون سیستم بانکی دبی رو اگه شما مطالعه کنین، کاملا سیستم بانکیه به روش یهودیه. یعنی تمام اقتصاد امارات در دست یهودی هاست. یعنی شما اون ساختمون رو خیلی فکر میکنن این، نگاه کنین چقدر پیشرفت کرده. نه، این پیشرفت نیست. مثل باکو اگر نگاه کنی تقریبا شبیه همن، یعنی دوتا شهر که نگاه کنید شبیه همن. این سیستم بانکیشون این یهودی ها در دست میگیرن. همین الان ترکیه وضع اقتصادیش بسیار خرابه، اونها دارن پول پمپ میکنن، پول رو به صورت مجانی نمیدن، دارن املاک و تمام سیستم بانکی ترکیه رو وابسته میکنند به اسرائیل یا به یهودیا. این رو در نظر اینا نداره، اینا از طریق اقتصادی وارد میشن. یکی از فرقهایی که من به نظرم مهمه و بینندگان بدونن، چرا ایران بعد از 40 سال تحریم سخت، به قول خودشون سختترین تحریم هایی که در روی زمین وجود داشته علیه ایران کردن و شکست خورده، ولی در روسیه نابود شد در رده اول، در سال اول، چون دست
مستقیم توی اقتصاد ایران نداشتن، ولی در صورتی که در روسیه تمام این شرکت های خارجی در آنجا بودن. شما از سی‌ان‌ای بگیر، از هر گونه این فروشگاه های زنجیری یا مغازه ها یا این لباس فروشی ها، همه خارجی بودن که دراشو بستن و یهو صدها هزار نفر بیکار شدند. شما اگه در ایتالیا برید، جالبی این کشور خیلی زیباست اگه توجه کن، من اینو میگم که بینندگان عزیز اگه یه زمانی رفتن ایتالیا ببینن، یک دونه رد پا از یهودی پیدا نمیشه اونجا. یعنی شما یک مغازه یهودی یا شرکت یهودی در ایتالیا پیدا نمی کنید به هیچ عنوان، یه فروشگاه زنجیره‌ای پیدا نمی کنید. یعنی به طور کلی سیستم بانکی اقتصادی ایتالیا بسته است روی یهودیا. من یک موضوع دیگر هم اضافه کنم برای آگاهی شما بینندگان، ممکنه جالب باشه. سیستم بانکیه در اروپا، ما دو نوع سیستم بانکی داریم، یکی سیستم بانکی که به روش انگلیس انجام میشه، یکی سیستم بانکی که به روش آمریکا انجام میشه. در اروپا تمام دنبال روی سیستم بانکی انگلیس هستن به غیر از یک کشور، اون هلنده. هلند کاملا سیستم آمریکاییه که همون سیستم یهودی میشه. یک چیزی که خیلی مهمه آقای دکتر، فرقشون ببن. چیه با سیستم انگلیسی آمریکایی؟ ببینید سیستم انگلیسی، من سوالم از رئیس، من توی سمینار بودم، از رئیس کردیت بانک اروپا سوال کردم. چون میگم ما اروپایی‌ها می‌خوایم این سوال، این توضیحی که رئیس بانک کردیت اروپا می سخن میگفت، میگم ما دوست داریم با ایران کار کنیم، نمیتوانیم کار کنیم چون مشکل داریم. ایشون توضیح داد این سیستم بانکی اروپا انگلیسیه. انگلیس ها سیستم بانکیشون، الان براتون توضیح میدم، خیلی جالب سوالتون، من این دکتر رو بگم بعد میرم سر سوال شما رو جواب میدم. ایشون برگشت گفتش که من سوالم از ایشون بود، خب شما که به عنوان یک کشور اروپا به عنوان استقلال داره، چرا با ایران کار نمیکنه، چرا وابسته با من؟ گفت ما ذخیره دلاری محتاجی. این که میخواستم جمله رو کنم. حالا برمیگردیم به شما که فرقشون چیه. سیستم کل بانکی دنیا، اگر شما بخواید الان، شما حتما این رو میدونید، اگر بخواید شریان سیستم بانکی یهودی، سیستم بانکی آمریکایی، یعنی سیستم بانکی یهودی، و بر اساس چی استواره؟ فدرال بانک. بانک مرکزی. فدرال بانک دارید. بانک مرکزی مثل دقیقاً. ولی فدرال بانک هیچ کی، حتی دادستان کل کشور، این جزء اساسنامه‌شه و تایید شده، تصویب شده، هیچ کس اجازه ندارد از فدرال بانک توضیح بخواهد که با پول چه کار می‌کند. یعنی نه وزیر دادگستری، نه وزیر دادستان کل کشور، هیچ کی اجازه نداره کسی رو استیضاع کنه، و تنها کسی که میتواند این بانک رو قانون بذاره فقط رئیس جمهوره که میتواند این رو لغو کنه. اگر این بانک فدرال که اگر شما حتما میشناسین رون پاول که کاندید رئیس جمهورم بودش یه زمانی، دقیقا بله، از حزب جمهوری خواه، دقیقاً ایشون میگه باید ایشون برای چی زدش بودن، ایشون میگه اگه من وارد کاخ سفید بشم، صبح فدرال بانک رو لغو میکنم. آره، فدرال رزرو بدبختی و فقر طبقه متوسط آمریکا شده. این شریان، این فرقش با سیستم بانکی انگلیس، بقیه نور حالت نرمال داره، ولی سیستم بانکی یهودی که همه چیز رو کنترل میکنه، این فدرال بانک همه چیز رو کنترل میکنه. که در سال 1896 در آمریکا به وسیله یهودیا، خانواده روتشیلد، جی پی مورگان، گلدمن ساکس و برادران سلیمون و لبه این رو تشکیل دادن. این شریان بانکی دنیا در حقیقت IMF و اون بانک، سیستم بانکی که میگن باید ایران جزوش بشه و ایران جزوش نمیشه، زیر کنترل کامل سیستم بانکی فدراله. یعنی اگه شما فردا فدرال بانک لغو بشه، قدرت یهودی به صفر میرسه.
آه و اگه یادتون باشه در یه استیضای مجلس آمریکا یکی از اینا از رئیس از معاون وزارت دادگستری سوال کرد 9 تریلیون دلار گم شده. ایشون میگه ما اجازه نداریم بپرسیم. میگه مگه میشه 9 تریلیون دلاره؟ میگه بله ما اجازه نداریم، جزء قانون نیست، ما اجازه نداریم از رئیس بانک فدرال بپرسیم این پول کجا رفت. این فرق سیستم بانکی آمریکایی و پس آقای دکتر، پس با این صحبت هایی که شما میکنید ایران به درستی تشخیص داده که وارد این سیستم بانکی نشه؟ 100%. ببینین یکی از دلایلشون اینه که باید ایران وارد شه و ایران نمیشه، چون این سیستم بانکی شما رو حتی آب میخورید کنترل میکنه. متوجه شدین؟ بله بله. من دارم فایلشو براتون میفرستم که کامل توضیح داده چگونه کار میکنه. من زیرشم توضیح میدم که این فایل مربوط به چی هستش. آقای دکتر یه سوال، چند وقت پیش یه نفر یه چیزی فرستاده بود که میگو بزرگترین سرمایه گذاری امریکا توسط هلندی هاست، یعنی هلند از همه بیشتر سرمایه گذاری کرده تو امریکا. آیا این واقعیت داره؟ ببینین اگر من براتون یه جور دیگه توضیح میدم، ببینین هلند همینطوری که گفتم تنها کشوریه در اروپا نورچشمی یهودی هست. چرا؟ برای اینکه تمام سیستمشون رو بهشون اطمینان، تمام سیستم الان اولین کشوریه که در کل وقتی جنگ 7 اکتبر شروع شد حتی اینجا اولین کشوری بود که علیه فلسطین صحبت کرد، حق داره همه رو بکشه و مجلس 3 دقیقه سکوت کرد براش. متوجه شدین؟ کشور زیر پای یهودی هست. ببینید من اون برنامه پیشین شما من صحبت کردم، هلندی ها نورچشمیشون، یعنی وقتی میخوان جایی بفرستن برای مثلا بازرسی بمبای شیمیایی هلندی میفرستن. الان برای همین کمک رسانی هستش که به غزه میره از طرف اون تنگ راه مصر به بله از گذرگاه رافه، هلندی ها اونجا مسئولن. متوجه شدی؟ درست متوجه شدی؟ بله بله. سیستمش یعنی همه چیز کارای هلند زیر دست اسرائیلی هست. و برای مثال براتون این رو میگم که خیلی جالبه، در جنگ جهانی دوم وقتی آلمان مثلا یهودی ها رو دستگیر میکردند تمام خزانه، خیلی جالب اینها، تمام خزانه مالی طلا هر چی که هست به بانکای هلند انتقال داده شد. پس اونا دست نخورده بوده. این صورت نگاه کنید، زمانی من یادم پدرم که زنده بود خیلی قدیم 50-60 سال پیش میگفتش که اون زمان آمریکا 50 تا ایالت بود، میگفت هلند ایالت 51 آمریکاست. الان هم به طور رسمی آقای دکتر 50 تا ایالت بیشتر نداریم، همون ایالت 50 تا به طور رسمی. من فکر کردم 2 تا اضافه شده. نه اونا جزء 51 میشه. و اگه در یه چیزایی رو ما شما میدونین مثلا تو سوریه همون الی کوین که جاسوس موساد بود باعث شکست رو سوریه علیه اسرائیل شد، الان همین موضوع الان اجرا میکشه توی منطقه. اگر خوب توجه کنیم، من یه اینترویو خلاصه اینترویو برژنسکی رو برای شما بگم بر رابطه با زمانی که محمد مرسی تو مصر انتخاب شد و سر قدرت اومد، که همون کودتای معروف. جالبه برای شما 3 تا پند داد تو این اینترویو. یکیش ازش سوال کردن که راجع به مصر، گفت 4 روز دیگه کودتا میشه، 4 روز دیگه السیسی کودتا کرد، محمد مرسی رو تو زندان کشتن. همون درست، یعنی حرفش درست بود. دوم برگشت گفتش که طرف چین نرید، منطقه چین یه اشتباه کوچیک کاتاستروفی میشه تو دنیا. این دوتا. سوم برگشت گفت به ایران دست نزنید، البته اینجا رو سربسته گفت.
کسایی هستن که خودشون این پشت مثلا میبرنش، منظورش روسیه بود. که این امروز روسیه به حالا به دلایلی که خیلی متفاوت نظر من با خیلی از کسایی که تحلیل میکنن، جنگ همون اوکراین و روسیه هم زیر سر اسرائیل بود ولی از کنترل خارج شده. ولی توی سیستم عربی باید ایران و سرتاسر دنیا بدونند عربستان همیشه، چون بن سلمان، السیسی و امارات کاملا زیر چکمه‌های اسرائیل هستن. حالا من میگم اسرائیل، منظورم یهودیای مقتدر آمریکایی هستن. یعنی به اینا نمیشه اطمینان کرد به هیچ عنوان. اینی که من خواستم امشب اضافه کنم و ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردی، سپاسگزارم، مرسی. قربون شما، من خیلی خوشحالم از شما با این برنامه‌تون، خیلی واضح و روشن. لطف شما، خوش برای شما و تمام بینندگان. قربان شما، خدا نگهدار. خدا. بله دوستان، این مطالبی که آقای دکتر میگن هر کدوم یک واقعا دریای مطالعه است. ایشون حالا چکیده‌شون رو لطف کردن به شما گفتن، اصلا دنیا دنیای پیچیده‌ایه. یعنی هر چقدر بخوای وارد بشی، همه این مسائل مالی دیگه، بزرگترین چیز این مسائل مالیه. اندازه‌گیری خیلی چیزها در امریکا و اروپا با چیز مالیه. ولی همین اینه بن‌بست میخورن که در بعضی جاها یه پنسیبلی در خاورمیانه هستش که اونجا پول کار نمیکنه، اینجاست که اینا به بن‌بست میخورن. الو سلام دوست عزیز، بفرمایید شما رو خطید. سلام آقای مرتضوی، خسته نباشید. سلام، مرسی، بفرمایید در خدمتتونم. گفتم یه مسئله بود که به قول معروف چیز زمانی بود که باید حتما بدون بگم. حتما بگو. این 4 نوامبر همونطور که میدونین موقع حمله به سفارت آمریکاست و اینا برای خودشون هر دو طرف دارن چیز میکنن که یه مقدماتی آماده دارن میکنن. گفتم یه پیشنهادی بدم، گفتم شاید بعضی ها موافق باشم و مخالف باشم، ولی گفتم به شما بگم که اوکی. پیشنهادتون چیه؟ بله؟ پیشنهادتون چیه؟ گفتم اینه که به جنگ بیان توی خیابون تظاهرات کنن که آقا مرگ بر فلان بر فلان، بیان مثل این چیزا که چرا روشن میکنن یه بیجی را بندازن و بگن که ما دعا میکنیم که مردم آمریکا از شر اینا که آمریکا و بقیه دنیا دارن به نابودی میبرن نجات بدن. و مسلمان با حساب خیلی وسیع خواهد داشت، به جای اینکه تنش و تشنج رو زیاد کنه اینا رو کم میکنه. یعنی شم به دست تقاضا بکنن که از خداوند که امیدوارم هر چه زودتر اینا رو نجات بده از دست اینایی که میخوان با جنگ خونریزی از بین ببرن. بله اینا گفتم اگه همچیزی باشه، چون خیلی هستن که اینو به قول معروف اینو حتما نشون خواهند داد و مثلا اولا تنش میاد پایین، تشنج میاد پایین، ثانیاً گفتم از لحاظ رسانه‌ای خیلی خبر مهمی خواهد بود. okay. که اونا هم دارن دعا میکنن که مردم آمریکا رو نجات بده. من از به قول از کار اگه ندارم کارم میکنن. okay. اینه یه گفتم یه پیشنهاد بود. مسئله دیگه هم که همونطور که شما میدونین توی آمریکا مورد مرور از اون تنزید همین بنزینه و با فروش بنزین با چیزی که ندارن دارن میفروشن به یه بازی خطرناکی وارد شدن که هیچی روش ننوشته، همش به خاطر اینه که برای دوران کریسمس مردم دستیم تو جیبشون بره بعضی هم خوب باورشون میشه. ولی اینا که دستم در کارن همه دارن میگن که اوضاع قراره خیلی جدی بشه و این مسئله اگر به قول معروف ادامه پیدا کنه و گسترده بشه، این مسئله خیلی مهم خواهد بود و قیمت بنزین خیلی بالا خواهد رفت. حتی شما یادتون میاد که اون موقع زمان 1979 مینیمم ویج 1.25 بود، یه همچیزی 2.25 نه اون موقع 1.25 بود 79 سال 1979 اوکی. اینا و اینا که تو کتابخونه با اینا دانشگاه کار میکردن اون وقتشون اینقدر بود. اوکی. ولی
بنزین که رفته بود بالا اون موقع شده بود یه دلار 30 سنت یه دلار 40 سنت از 60-70 سنت. اینه که به قول معروف دو ساعت بعد کار میکردن که پول یک گالون بنزین بزن و اگه بخواد اون مراحل برسه میشه خط اقل به قول معروف بنزین حتی گالون 20 دلار 30 دلار و اینا همه برنامه اینه که این برنامه کریسمس خراب نشه و دست تو جیب بره خرج کنه. آها یعنی خریدا همچنان سر جاش باشه. باشه بذار ببینیم بقیه ها چی میگن راجع به پیشنهاد شما. خیلی ممنونم لطف کردی زنگ زدی. قربان شما. خدا نگهدار. خیلی ممنون. بنزین همیشه در امریکا نقش بزرگی داره، یعنی همه سیاستمدارا در انتخابات پیشرو محلی یا سراسری صحبت از بنزین، یعنی بنزین تعیین کننده قیمت هاست، نه تنها برای اینکه بریزی تو باک بنزین بری، بلکه با همون هم اندازه‌گیری قیمت های دیگه است. تو فروشگاه ها جنس ها برابر همین بنزین بالا میره پایین میاد. این همیشه اینجوری بوده در طول سالهایی که من دنبال کردم، چون الان میگن که خود کارشناس های امریکایی میگفتش که ما کار خوبی نکردیم که از انبارای خودمون استفاده کردیم برای پایین آوردن قیمت، باید همچنان میاردیم. مصرف هم بالاست، فقط بنزین به تنهایی نیستش، چون فرآورده های نفتی هر چی در امریکا دست میزنه این فرآورده نفتیه، مصرف هم بالاست. ببین من همیشه گفتم امریکا و چین دو کشور بسیار وحشتناک مصرفی. چین آشغالا رو درست میکنه، امریکا مصرف میکنه، یعنی مصرف این پلاستیک ها همه جا دیگه فراوونه دیگه، هر چقدر صحبتش میکنه اینا همه شرفه. چین هم که چون داره تولید میکنه اینا را ارزون هم میفروشه، اقتصادش هم وابسته به همین چیزاست. حالا مثل اینکه قراره که رئیس جمهور چین در سان فرانسیسکو در ماه آینده با آقای بایدن ملاقات بکنه. خلاصه مسائل خیلی به هم ریخته در دنیا، چون کشورهای بزرگ هم الان میبینن که آقا دیگه جنگ غزه داره به یه بحران جهانی تبدیل میشه و کشورها از این بابت خیلی نگرانن، به ویژه در خاورمیانه. برای میگم فقط خاورمیانه است، میتونه سراحت کنه جاهای دیگه. خب دوستان خیلی ممنونم از توجهتون به این برنامه. هم بقیه چیزها رو میتونید در اینستاگرام هم ببینید، بعضی کلیپ هایی که براتون گذاشتم اینستاگرام به USEON TV، اونم براتون جالبه. لطفاً حتما برنامه ها رو لایک بزنید، خیلی مهمه. اگر تا الان عضو یوتیوب نشدید حتما سابسکرایب بشید و تنها راهی که بتونیم اطلاع رسانی کنیم به هم به کمک شما دوستانی که بتونیم این برنامه رو همه جا برای دوستا بفرستیم. البته از دوستایی که در داخل هم این برنامه رو سایت های خودشون پخش میکنن سپاسگزارم. دوستان یه چیزی که همیشه خدمتتون گفتم، اونایی که وقتی یکی میاد رو خط چند نفر که دارن زنگ میزن همزمان، چون ما یه نفر یکی یکی میتونیم بیاریم رو خط دیگه، وقتی وایسی دیدی که تمام شد الان میتونیم بیاریم رو خط، ولی اگر همزمان سه چهار نفر زنگ میزنن صداش میشه شنیده میشه دیگه، چرا با، ولی نمیتونیم کاری بکنیم تا زمانی که بیننده محترم رو خطه، باید حرفامون تمام بشه بعد صحبت های شما باشه. اینه که اگر اینو رعایت بکنید هم شما میتونید به آسانی بیایید روی ایر و هم ما میتونیم از صحبت‌های شما استفاده بکنیم، و اونایی هم که نمیرسن فلان برنامه، دوستانی که در خارجن یعنی امریکا، اروپا و حتی ایران، چون برنامه زنده رو نمیتونن دنبال کنن به خاطر این اینترنت و اینا، اونا میتونم فایل صوتی برای من بفرستن در رابطه با برنامه ها، من میتونم در برنامه بعد فایل صوتی اونا رو پخش کنم. الو سلام دوست دادی، بفرمایید شما رو خطید. سلام شبتون بخیر آقای مرتضی. سپاسگزارم، بفرمایید در خدمتتونم. در رابطه با
اردوغان صحبت کردید، اردوغان مثل یک آفتاب پرست همیشه رنگ عوض میکنه، از هر باد بیاد باد میده. تنها کاری که اردوغان میتونه الان با اون ادعاش انجام بده این ازش که گازی که از طرف گاز و نفتی که از طرف آذربایجان و تفلیس میاد ترکیه و میرسه به اسرائیل، اون شیر ببنده و این جنگ تمام میشه. تمام. شاید که تظاهرات زیاده ها تو ترکیه به نفع مردم غزه. بله زیاده، ولی مال اون حزب اون چیزه حزب اردوغانه و اگه شما توجه کرده باشید کلن همش پرچم ترکیه بود. من تک و توک پرچم فلسطین میدیدم، مثلا پرچم فلسطین نمیدیدم. فقط برای استقبال و تشکر از اردوغان اومده بودن، چون اردوغان دوباره مثل همیشه یه بادی داده و مثل آفتاب پرست رنگ عوض کرده. اردوغان یه کشور یا اصلا ترکیه کشور آونگیه، یعنی هر زمانی به منافعش باشه میره اون ور و بعضی موقع ها میاد این ور و اصلا سیاستی که مستقل باشه نیست. درسته، اصلا جزو ناتو، نوکر ناتو، نوچه ناتو، نوچه صهیونیسته، به خصوص دو لحاظ توریستی وابسته به توریست های. درسته، اقتصاد ترکیه. بله درسته، دقیقا. خیلی ممنون. باشه، خیلی ممنونم، لطف کردی، سپاسگزارم، خدا نگهدارت عزیزم. بابای بله، این اردوغان به دنبال جریانات اقتصادی همیشه این صحبت ها رو کرده، ولی جالبه که خود اردوغان بهتر از همه میدونن. اولا مثل این که دیگه گذاشت کنار که میخواسته بیاد عضو اتحادیه اروپا اینا بشه، در طول سالها تنها کشوری که اصلا نمیذاره اینا وارد بشن فرانسه است. فرانسه میگه فرهنگش ما نمیخونه، بنابراین اونها یه فرهنگ دیگه دارن. و با همین سادگی حتی امریکایی اون موقع فشارم آوردن زمان جورج بوش پسر که بابا اجازه بدیدیم بیاد و فلان، اینا فرانسوی ها نذاشت، گفتن نه این به درد ما نمیخونه. الو سلام دوست عزیز، بفهمید شما رو خطید. سلام آقای مرتضوی. سلام جناب سلام. آقای موسوی بفهمید، در خدمتتونم. خیلی ممنون. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، فقط میخوام یه سوالی رو طرح کنم، چون این مدت من این اخبارا رو گوش میدادم ذهنم رفت طرف یه سوال و دیدم بهترین جای مطرح کردنش هم برنامه شماست، چون بالاخره خیلی از ایرانی های وطن پرست که هم حالت انتقادی دارن هم دلشون باسه وطنشون بیسوزه، واقعا یکی از اون برنامه های نادر شما زیاد نداریم. لطف داریم. اینو جدی میگم چون بحث چیز نیست. خب ببینید، من فقط یه شعبایی میدم بعد سوال طرح بکنم، بعد میخوام نظر خودتونم بشنویم. اوکی. چون شما بیشتر از همه ما تو این مسائل هستی، سال هاست مشغول این مسائل سیاسی. ببینید این تبلیغاتی که الان میاد که سابقه زیادی داره، بخصوص الان در ارتباط با این جنگ غزه که شروع شده، اسرائیل و اپوزیسیون ایران با کمک هم دارن اینو مطرح میکنن که علتش ایرانه، یعنی اگه ایران نباشه این مسائل طرح نمیشه، در حالی که خودشون هم میدونن، یعنی غربی ها میدونن که اصلا مسئله قبل از ایران شروع شده و حتی اگه خدای نکرده ایرانی هم نباشه این مسئله ادامه داره، ولی چون بالاخره میخوان ذهنیت ها رو مشوش کنن که مسئله از ایران میاد اینا. خب من همین مسئله که میگم شما حالت انتقادی دارید اینجاست، شما فکر نمی کنید زمانداران ایران بخصوص از زمان احمدی‌نژاد با یه سری شعارهای احساسی، من ببینید اینو میگم، حالا من تو آمریکا نمیدونم ولی اون چیزی که تو سوئد اروپا بود، من سال 1985 اومدم سوئد، اون زمان ها جو به ضرر اسرائیل بود،
یعنی تا تظاهرات میشد حتی احزاب سوئدی، احزاب چپش، حتی میانش هم میومدن بر علیه حرکات اسرائیل کشت و کشتاراش اعتراض میکردن. چپ از زمانی برگشت که آقای احمدی نژاد اومد اون شعارهای تند علکی بیپایش داد که اسرائیل باید نابود، همش هم حرف، خودتون که میدونی آقای احمدی نژاد فقط حرفه، هیچی دیگه نیست اینا. که اگه یادتون بیاد لیکی لیک هم اومد این رو، اون چیزا رو که مطرح کرد، خود آمریکایی‌ها گفته بودن ما باید به این پابلیسیتی بدیم، اگه یادتون بیاد. دقیقاً ابزار تبلیغاتی بود. ما خیلی مانور بدیم چون خیلی به دردمون میخوره، چون خود غربی ها سیاهه و اسرائیل پی برده بودن حرف احمدی نژاد، خیلی به دردشون میخوره. بعد مظلومیتی شروع کردن که بله اینا ایران میخواد ما رو نابود بکنه، اصلا میخواد یهودی کشی، و جو اینجا رو مرعوب کردن به خاطر ناسیاستدانی ایرانیا تو ایران. حالا من ببینی خب بیان خیلی از اینا، مثلا مثل آقای حسن عباسی که آدم بی سوادی هم نیست آقای حسن عباسی، ولی آدم یه تون رو شعارهای خیلی افراطی میده، اسرائیل باید تخلیه بشه، اینا بهانه هایی هم که خود اسرائیل میخوان، دقیقا هم میخوان، هر که هم بگه نمیخوان یا بیشعوره یا مغرض. یعنی اسرائیل دنبال این حرفا هست که بتونه جنایاتش رو ادامه بده واسه سرکوب. حالا سوال اینجاست، شما فکر نمی کنید اگه جمهوری اسلامی یک کمی واقعا زرنگ بود، یعنی مسائل سیاسی جامعه خصوص منطقه ای رو میشناخت، بیاد مطرح بکنه بگه خیلی خوب، اگه خود فلسطینیا تونستن با اسرائیل کنار بیان، اسرائیل همین حقوق ناچیزشون هم بیاد، ما کاری نداریم اینا. یعنی فکر میکنید واقعا آقای مرتضوی واقعا اسرائیل خواهان اینه کوچکترین حقوقی به فلسطینیا بده؟ ما میدونیم که اسرائیل میخواد کلن فلسطینیا رو، اصلا کلی چیزی به اسم فلسطین از کره زمین محو کنه، اون 4 تا فلسطینی رو یا بیرون بکنه یا تو خودش حل بکنه به عنوان شهروند دست دوم. درست. حالا این سوال رو مطرح میکنم از خودتون جواب بدید تا حتما. این داخل ایران، حکومت ایران واقعا اگه ایران بیاد مطرح بکنه بگه ما نه برنامه‌ای قرار رو بذاریم، مردم فلسطین هم تصمیم میگیرن، حتی اگه این حزب چیز هست محمود عباس مال سازمان آزادی بخش، درست، اونا بیان سازش بکنن مردم فلسطین با پذیران، ما هم کنار میایم اینا. فکر میکنید اسرائیل ما خلصلا نکردیم؟ یک، دو، و سوال دوم اینه آیا فکر میکنید واقعا اسرائیل کنار میاد؟ یعنی ما باید واقعا 4 تا سیاستمدار زرنگ باشور داشته باشیم که اسرائیل خلصلا بکنه و واقعا اسرائیل واقعا این حقوق میده. یعنی من فکر میکنم به هیچ وجه این کار نمیکنه، این نظر منه. حالا میخوام نظر شما، یعنی واقعا اگه ایران با این موضع بیاد جلو، نه اینکه داد بزنه آی اسرائیل باید ابین بره، آی باید برن تو خود آمریکا، بیاد همینو مطرح بکنه، فکر میکنید واقعا روزی اسرائیل حاضره به خاطر همین حزب جنایتکارانه فاشیستی لیکود حاضره یک وجب خاک به فلسطینیا بده؟ من آره اتفاقا سوال، آره سوال خوبیه، من الان میگم خدمتتون. اتفاقا زمان آقای احمدی نژاد این مسئله حتی مطرح شد در سطح بالا، خود آقای احمدی نژاد مدیر رئیس جمهور بود، اینو گفت، گفت هر چی فلسطین تصمیم میگیره اون برای ما کافیه، اینو بارها گفتن. ولی اینکه اینها آیا هیچ علاقه‌ای دارن، چون در سطح امریکا و اروپا مطرح شد، تو دو کشور در کنار هم اومدن این جریان اسلو اینا مطرح شد، دیدید که یه تندرو تروریست خودشون زد اسحاق رابین رو کش به خاطر این کار. همین چند وقت پیش فکر کنم دو سه ماه پیش بود که یکی از این وزرای تندرو اومده بود تو فرانسه، وزرای تندرو کابینه نتانیاهو از حزب یکی از این احزاب تندروی مذهبی، اون اومد در چیز سخنرانی کرد تو فرانسه، گفت اصلا فلسطینی وجود نداره. دیدید که نتانیاهو تو سازمان ملل نقشه‌ای که نشون داد، گفت این نقشه آینده خاورمیانه، یعنی این. بنابراین دیگه این در سطح بالاست دیگه مطرح شده، و خود اینها به هیچ وجه حاضر نیستن، اگه حاضر می شدن این همه
در خارج این مسئله مطرح شده، اگر بذارن اونجا استقلال خودشونو بگیرن، کار خودشون انجام بدن، آخه منطقه فلسطین چجوری که آب و برق و گاز و همه چیزش دست اسرائیله که کلیدو بزنه این بر یا بزنه اون بر. به هیچ وجه اینا حاضر نیستن. اگر حاضر بودن که این همه کشت و کشتار نمیشد. و ایران هم به نظر من، همین دوست قبل از شما هم گفتش که روز 4 آبان ما باید خیلی مواظب باشیم یه شعارهایی بدیم، چون من بارها گفتم که ما باید یه کاری بکنیم. چون ببین شعارهای مرگ بر امریکا اینا زمانی بود که ما ضعیف بودیم، ناتوانه اول انقلاب، اون موقع چاره ای جز این نداشتیم. خب ولی ایران الان قویه، احتیاج به این شعار نداره، چون این شعارها باعث میشه که اینو بسته‌بندی میکنن ابزار تبلیغاتی هالیوود بر علیه ایرانه. همین چیزی که شما گفتین در سوئد، اینا جریانش همینه که اینا از این ابزار تبلیغاتی استفاده میکنن. و ایران نمیدونم که چرا تا الان این سیاست رو تغییر نداده، چون این سیاست مال بیچارگی. الان ایران بیچاره نیست، ایران چاره داره، حرف اول منطقه رو میزنه خدا رو شکر. خب چرا زمانداران ما یه سیاست رسمی اونجوری نمیگیرن؟ یعنی اینا رو خل سلا بکنن، به خصوص آمریکا و اسرائیل رو، بگن که بله ما هیچ مسئله‌ای نداریم، دنبال رو مردم فلسطینی می اینا، اگر اینا کنار بیان با اسرائیل ما مشکلی نداریم، کنار میایم. ولی چون این موزه نمیگیرن، دارن بهانه دست میارن. الان اصلا اونا دارن میگن مشکل اساسی ایرانه، یعنی میخوان مسئله رو، یعنی میخواد مسئله رو متمرکز کنن روی ایران که حمله بشه به ایران. و اپوزیسیون هم شما دیدید، حالا مثلا این آقای کیه، تلویزیون اینترنشنال، موقعی که با این نخست وزیر سابق اسرائیل داشت صحبت میکرد، میگفت فکر میکنید با مقصر اصلی این مسئله هم اسرائیل حمله خواهد کرد؟ بعد همین جوونه که زراعتیه که یک وطن فروش بی همه چیزه، برگشته به اون میگه، بعد اون میگه که نه اسرائیل به ایران، اون نمیگه ایران، بعد دیگه خود نخست وزیره میگیره میگه نه فعلا به ایران حمله نمیکنه، امکانشو نداره. یعنی اینا دارن یه جوری فوکوس میکنن به دنیا که بگن بله این چیزه، مسئله ایرانه، اصلا مشکل فلسطینی ها مشکلی ندارن، فقط ایرانه این وسط همه کار است. این مال سیاست نادونیه ایرانی هاست که نشستن اونجا و دارن بهانه میدن دست اسرائیل. و شما میبینید این راستا و وطن فروش های ایرانی مثلا تو لندن همه بلند شدن بر علیه فلسطین، چی بر علیه اسرائیل، بعد 4 تا ایرانی بیشرف نجات پرست وطن فروش رفتن پرچم اسرائیل گرفتن. این باعث شرم ایرانی و ایران ایرانیه. من اصلا کاری با دین و اعتقاد ندارم، کسی با هر تفکری، شما میبینید یهودهای آزاد هست دارن از حقوق فلسطینی دفاع میکنن. الان تو نیویورک هم امروز در برنامه گفتم، تو نیویورک هم نزدیک 300 نفرشون هم دستگیر شده. سازمانی هست به نام صدای یهودی برای صلح در نیویورک، همه جا را اینا به هم ریختن برای دفاع از حقانیت مردم غزه. دقیقا پس ما باید یکم نه خیلی زیادم انتقاد بکنیم از کشور خودمون، چرا نمیتونن لااقل تو روابط بین الملل یه موضع کاملا هوشمندانه استراتژیک بهانه دست دشمن دادن بگیرن؟ آدم که نباید تو مسائل سیاسی دنیا با احساس برخورد بکنه، باید هوشمندانه برخورد بکنه. ممنونم دوستا، اگر جوابتون رو زیر برنامه میتونید بنویسید، یا اینکه بیایید رو خط در مورد پیشنهادی که آقای موسوی از سوئد دارن مطرح میکنن، نظر شما چی؟ علی سلام دوست عزیز، بفرمایید شما خطید. سلام عرض کردم جناب آقای مرتضوی، حسن هستم از مونتریال. ممنونم آقای حسن عزیز، در خدمتتونم. قربانتون برم، خیلی ممنون. قبل از هر چیزی من عرض کنم خدمتتون، به قول اینجا یا خیلی اکسایتدم برای که تا به حال همچین موردی دارم پیش نیومده بود که مستقیم زنده رو خط باشم و باید نفر صحبت کنم. خواهش میکنم، در خدمتتونم. قبل از هر چیزی صحبت به که بود میگم کنترل که میگید به حساب الواز یوتیوب شما رو چی میکنه، گاهی اوقات بلاک میکنن،
یا اذیت میکنن نگه میدارن برنامه تونو. obviously همه ما میدونیم که تحت کنترلیم، مسئله نیست برای هیچ کدوممون. یه چیزی رو خواستم بگم okay. که میدونیم خودمون sure. دوم این که من زنگ زده بودم قبلا که یه نامه بفرستم خدمتتون، سعی کردم با از طریق پیغام مسیج براتون یه عکس بفرستم، نشد متاسفانه. الهی حاله یه برنامه داشتم من برای خودم زمانی که به حساب سی دی تو بازار به حساب پخش میشد اینا، من گفتم خب اگه بخوام مثلا طرحمو ارائه بدم میذارم روی سی دی و سی دی رو به نحوی پخش میکنم، یا مثلا به فرض مثال تو دانشگاه میرم میذارم رو میزای دانشجوها یا ای که تو دفتر اطلاعاتشون یه جایی برای چند رحمید برم تا سی دی پخش بشه و همه ببینم. اوکی. حالا و در این مورد هم من کسی رو ندارم، آشنا ندارم بکنم هر همون ارائه بدم. یک، زبانم خرابه. دو، ابزار و ادواتش رو ندارم، از جمله مثلا کامپیوتری رو، یعنی بلد نیستم باش خوب کار کنم اینا. و اینکه زنگ دادم به شما اگر امکان داره شما تلفن منو به یک شخصی بدین که هم تو مونترال باشه که من بتونم باش تماس بگیرم و ارائه بدم طرح. حالا آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که در مورد جنگ که نمیگم، نمیشه بگی جنگ، در مورد این حادثه غزه هست. تنها راهی که به نظر من میرسه برای حداقل آتش بس موقت که اونجا انجام بشه، بر اساس چیزهایی که بسیار میشنوم از طریق اشخاص و افراد دیگه‌ای که دستن در کار هستن، اینه که میگن که کلید کار در اردن هست یا در دست اردنیان. به همین خاطر من نمیدونم ارائه پیشنهاد چیه، نمیدونم اسمش چی بذارم، اینی که به یه نحوی ما اگر بشه عبدالله ثانی بن حسین اردنی رو بتونیم به یه نحوی جلو بندازیم و بذاریمش در رأس یه جریانی، بفرستیمش داخل اسرائیل که قبلا اردنیا حاکمیت یا ای که سرپرستی اون قسمت از فلسطین رو به عهده داشتن و طی جنگ از اونا گرفته شد و بیرون شده و حالا بیشتر فلسطینی ها در خاک اردن هستن. پس بنابراین اگر یک شخصی مثل عبدالله بن ثانی بن حسین اردنی رو بتونیم بذاریم جلو و بگیم اوکی ایشون دارن جلو و تو اسرائیل بمونن و عمومیت اشخاص رو به وقت بگیرن، ممکنه از نظر خیلی از این مسلمان چی باشد مقبولیت داشته باشن کشورهای اسلامی و از طرف اسرائیل هم فکر میکنن مسئله براشون نباشه که چی بکنن که قبول نکنن اینو و انگلیس هم فکر میکنن موافقت کنن، دست به عورده خودشونه، تو دانشگاه نظامی خودشون به حساب چیز گرده درس خونده و فکر نمی کنم مسئله پیش بیاد. خود فلسطین باید تصمیم بگیره دیگه، فلسطینی ها میخوان استقلال خودشون حفظ کنن چون اونا معتقدن که ملک عبدالله زیر نظر ایناست و با دستور اینا داره کار میکنه، واسه همینه اون 1.5 میلیارد رو بهش میدن در سال کشورش اداره کنه که با بقیه کار نداشته باشه دیگه. همین چیزی که به مصر میدن 2 میلیارد خورده ای، اینا فکر میکنم مثلا با پول همه چی رو میشه خرید، ممکنه سران اونا راره ولی در یه جا پول کار نمیکنه اصلا. میدونی یه سری مسائل پرنسیپل هست و اینو فلسطینی ها به ویژه حماسی ها ثابت کردن و همش هم دنبال آشتی و گفتگو بودن، ولی وقتی طرف مقابل نمیخواد چیکار میشه کرد؟ برای خیلی ممنون، حالا بعدم با تماس میگیرم میگم با یکی از بچه ها صحبت کنی. خیلی ممنون، خواهشم، خدا نگهدارت، مرسی عزیزم، خدا حافظ. خب دوستان برنامه ما خیلی وقتش تموم شده، من میگم که باید دیگه برنامه رو قطع کنم، انشالله بتونیم در برنامه آینده بیشتر صحبت کنیم.
همینطور میدین هوا اینجا بی سابقه گرمه تو بوستون، اصلا باور نکردنیه. امروز برای سپاسگزارم از وقتتون، وقت من هم تموم شد. با ما در تماس باشید، برنامه ها رو لایک بزنید، اینستاگرام مراجعه کنید و از همه این مهمتر دوستان حتما اگر تا الان عضو یوتیوب نیستید سابسکرایب بشید. سپاسگزارم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. خدای یار نگهدارت.